یاری هیچ کسی نیست، الله یاری در کنار این خیمگاه امام حسین علیه السلام اون دور یک سگ پاشکسته اونجا افتاده، اون اسمش الله یاریه، اونه، اون منه. من عذر میخوام، عذر میخوام، این تعبیر رو به کار میبرم، مثل سگ میترسی تو. ما سگهای دست شکسته کجا، اون انوار ازلی الهی کجا که به ما این فرصت داشته باشه که ما خود را نسبت بدیم، ما خارها خودمان را نسبت به اون گلها بدیم، ما ظلمتها تاریکیها سگهای پاشکسته خودمان را نسبت بدیم به اون تجلی انوار الهی. اینم عظمت اهل بیت علیه السلام. سگ یک حیوانیه، سگ یک حیوانیه که خیلی خصائص داره، سگ وفاداره، سگ جان خود را فدای صاحب خود میکنه، سگ هیچ وقت از صاحب خود شکایت نمیکنه، سگ ولو صاحبش به او غذا ندهد، آب نده، غذا نده، گوشت نده، چیزی بهش نده، استخوانم نده، صاحب خود از دور میاد دم خود تکان میده، سر خود به زمین میمونه میاد. یک سگ پاشکسته اونجا افتاده، اون اسمش الله یاریه، اونه، اون منه. سگ هیچ وقت فرار نمیکنه، اگر یک جای دشمن را ببینه که میخواد حمله بکنه اول میاد از دور او میکنه میره خودش به دشمن میرسانه، خودش کشته بشه، خودش زخمی بشه، تا که زنده هست اجازه نمیده که کسی به طرف مالکش نگاه بکنه. سگ این خاصیت داره. و اون وقت آخرن که زخمی شده افتاده اونجا، تا دم آخر باز سعی میکنه که خودش فدای مالک خود بکنه. سگ این خاصیت داره. سگ در همون وقت آخرم که چی میشه کشته میشه، مالکش بهش نگاه بکنه، یک نگاه محبت آمیز به مالک خود میکنه که مالک دیگر جان ندارم که خدا فدایت بکنه، امین مطلب داشتم، از من راضی هستی. سگ این خاصیت رو داره. یک سگ پاشکسته اونجا افتاده، اون اسمش الله یاریه، اونه، اون منه. سگ خاصیتی داره دوستان عزیز که مالکش که باشه نه تنها به مالک خود وفاداره، به بچه های مالک خودم وفاداره. اون خانه ای که مالکش زندگی میکنه، صاحبش زندگی میکنه، بچه های او را هم جان خدا فدای بچه هاش میکنه. یعنی اگر بچه مالکش یک جا در خطر باشه، میدود نمیده که این مالکم نیست، این بچه مالکم، نه، میده جان خدا فدا میکنه. یک سگ هیچ وقت نمیشه مالکش از دنیا بره بعد بیاد دوباره او کنه، حمله بکنه به صاحب مالک خود، ابدا. شما در عالم یک جا شنیدید دوستان عزیز این سگه حیوان نجس که یک جای سگی از مالکش که از دنیا رفته، حالا دیگه با صاحب خانه مالک خود دشمن بشه، عمله بکنه به صاحب خانه مالک خود، میکنه؟ نمیکنه. این سگه حیوان نجس. انا کلب رضا، انا کلب رضا، انا طائل درگاه او، پادشاه عالم است، خلقت عالم بود لطف و عطای رضا، میزنم از جام او، مستیم از نام او، مست شدم چون زنم سینه برای رضا، سینه برای می کنم او 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 که من کلب رضایم، رضا فرق کنم گر شدم کلب سرای رضا، کلب سرای انا کلب رضا، 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 این سگه حیوان نجس. سگ دیوانه عباس پرستم، سگ دیوانه عباس پرستم، دیدم دیدم در میخانه، دیدم دیدم در تماسی بگو بالله، عجب رسوا شدم الحمدلله، تو مجنون در میا نکل رفتم، سگ لیلا شدم سگ لیلا شدم، این سگه حیوان نجس. یا علی یا علی،
من سگ دلگردم و قلاد زد برگردنم یا علی من سگ دلگردم و قلاد زد برگردنم یا این سگه حیوان نجس هر کی میخواد هر چی بگه هر کی میخواد هر چی بگه هر کی میخواد هر چی بگه من سگ کوی نیلم هر کی میخواد هر چی بگه من سگ کوی نیلم ام بهش چه بدار به تو سلطنت جهان به تو این سگ حیوان نجس هر که خود را سگ کوی تو نخوان آدم نیست هر که خود را سگ کوی تو نخوان آدم نیست حسین و آی حسین خدا لعنت کنن کسانی که باعث گمراهی مردم میشن شیعه نماهایی که به سر عمامه سیاه میبندن خدا لعنت کنن خب عقل این آقا اندازی گاوه دیگه بیش از این ما نمیتونیم بگیم دیگه شعورش غیرش همین اندازه بیشتر نمیتونه تشخیص بده ببینید این خیلی حرفه من حالا مثلا من اینجا اینقدر صحبت میکنم یک عالمی پیدا نشده به من اشکال بگیره که مثلا شما برنامه رو تعطیل بکنید نه هیچ نگفته چون حرفای من درسته یک سگ پاشکسته اونجا افتاده اون نیست بشه الله یاری اونه اون منم